خوش آمدین هموطنان عزیز، آرزوبند هستم که با برنامه صبح خورشید باشین. مهمانان عزیز را که دعوت کردیم بیشتر صبح هم با ایشان میباشه. فعلا یک بانوی توانا رو با خود داریم، بانو سمیرا توانگر با ما هستن که ایشان عضو انسجام دادخواهان هراتیان مقیم کابل هستن. بیشتر صبح در مورد حمایت هراتیان مقیم کابل از نیروهای امنیتی و آمادگی برای دفاع از کشور صحبت زیاد می داشته باشیم. با بانو توانگر سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشتای اوست که میکوبد از یقین دروازه های بسته تردید قرن را. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همه بینندگان شما که همه لحظه برنامه ما و شما را تماشا میکنن، و یک سلام خاص دارم حضور نیروهای امنیتی ما و حضور مردم با شجاعت، مقرور و شجاع افغانستان. من چرا میگم شجاع؟ خب یک اشاره میکنم که چرا میگم این، یعنی با اثبات به شما میگم که مردم افغانستان به لحاظ شجاعت و دلاوری در سراسر جهان شهره هستند. چنانچه در این اواخر دریافتم که در انگلستان یک دیپارتمنتی است که مشخصا رو افغانا تحقیق میکنه چرا مردم افغانستان تا ایت شجاع و دلاور هستند. دیگه در خدمت شما هستم. ممنونتان. خب بون توانگر، میخوایم بیشتر صحبت می داشته باشیم در مورد موضوعی که انتخاب کردیم، اما قبل از در مورد برنامه‌ای که روز گذشته شما داشتین بلیم. در پارک شانا میخوایم بیشتر در اون مورد بشنویم. زنده باشین. قبل از اینکه من به این ارتباط بخوام صحبت کنم، خوب است که یک این خب هر کار یک پسمینه یک بک‌گراند داره. قبل از این من طوری که به شما خدمت شما پیشتر عرض کردم، من خودم معاون نایب ششم شهر کابل هستم و همینطور سال آخر سال پنجم دوره دکترا رشته تبلیغات است. و ای که چرا این گپ رو میزنم، خوب است که از می دریچه تلویزیون شما به این موضوع یک نگاهی بشه، که حداقل چون من خب فعلا کارمند بر حال وظایف شهروری کابل هستم، حداقل یک قدردانی هم بشه بر اخره یا ای که چی تحولاتی در شهروری کابل هست، یک اشاره به اون هم کرده باشم که خوشبختانه در شهروری کابل در اواخر خوب ظرفیت های کار میکنن. به این واسه گفتم که بالاخره یک ذهنیتار در حقیقت ذهنیت های مثبت باشه در شهروری کابل، و شهروری کابل هم در قسمت تامین امنیت کارایی کرده که من انشالله رو از او بس هم میاییم. من همی که به شهروری کابل رفتم یک بررسی که کردم ای بود که من متوجه شدم که در نواهی وکلای گذر دقیقا نمیفهمن یا نمیدانن که همی نفوس مساحه چقدر هست و کیا هستن، و ای خود از این در قسمت تامین امنیت یک مشکل و یک خلای بسیار بزرگ است. چنانچه مثلا شما به هندوستان الاقرب مردم رفتن، هندوستان با وجود که در حدود 1.5 میلیارد نفوس داره، که یعنی امسال 1.5 میلیارد نفوس میشه طبق امون معلوماتی که من دارم، باور کنین من خودم به هندوستان تحصیل میکنم، ما از ساعت 11-12 شب میرفتیم، مثلا به تفریح میرفتیم، به مارکت ها میرفتیم، به خرید میرفتیم. دلیل تامین امنیت از او چی هست؟ او یک کشور با این همه نفوس با چرا چطوری تامینیت میتونه داشته باشه؟ اونا یک دیتابیس بسیار منظم، کال ما پاسپورت صاحبی میگیم، دیتابیس منظمی دارن که بر اساس از او اونا تر و پلان میریزن که چطور امنیت تامین کنن، چطور موضوعای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بر مبنا از او در حقیقت برنامه ریزی کنن. بعد میایم سر از این موضوع افغانستان. به این اساس من وکلار خواستم و به خودم برای از اونا یک فرمت آماده کردم، گفتم وکلای عزیز بر اساس عزیز شما باید که یعنی می مشکلی هم نداره تمام خانوادار این چیز کنین تسلیم کنین و فردای از او پر شده دیتابیس منظم از اونا گرفته یک نفر وظیفه بدین که ثبت یک دیتابیس کنه. بنابراین این حرکت که به ارتباط تامین امنیت است. من چرا مثلا این کار کردم؟ این منظور من این است که مسئولیت باید فردی باشه. همه ما در هر جایی که هستیم باید همین قدر احساس مسئولیت کنیم. افغانستان 40 سال جنگه، یعنی ما 40 سال پس هستیم، باید که پس حرکات ما بسیار جیشی و فوق‌العاده باشه. ما با مثل دیگه مردم که نرمال حرکت کرده نمیتونیم، ما باید با سرعت در این زمینه حرکت کنیم و این موضوع در حقیقت سرعت بدیم.
و ای که چرا ای قبل از این هم ما خودم چون گفتم رشته تبلیغات است، ما یک تعداد منسجم شدیم و یک حرکتی به نام حرکت انقلاب رسانه‌ای در حقیقت ایجاد کردیم که بر اساس از او 6000 صفحات ایجاد کردیم که ما چطور میتونیم ذهنیت مثبت و کارکردهای مثبت دولت را در حقیقت انتقال بدیم به مردم، چطور میتونیم مردم در کنار دولت قرار بدیم، تغییر بدیم. بله دقیقاً ای بود که یک حرکت ما یک تره بر ریاست جمهوری ما ارسال کردیم تقریبا یک نیم دو سال پیش، اما متاسفانه ای هم خوب است که بگیم که بالاخره مشکل چالش ها دقیقا کجا است، چرا ما به اهمیت نمی رسیم. ای بود که متاسفانه مو کسایی که حالا من یاد نمیارم کسایی که در ارگ هستن متاسفانه انوز که انوز برای ما یک جواب مثبت ندارن، مو گفتیم ما از شما چیزی نمیخوایم، فقط هدف ما هست که چطور میتونه در تامین امنیت کمک کنه به عنوان یک شهروند افغانستان. دیگه متاسفانه از او جانب ما کدام تر خودم پیشنهاد کرده بودم هیچ جوابی هنوز دریافت نکردیم و به همین سلسله همین فعالیت هایی که کردیم تقریبا یک هفته پیش شما دیدین که اوزای هرات به وخامت رفت، به سمت بدی رفت. به این اساس ما یک گروهی داریم به نام گروه هراتیان، گروه هراتیان مقیم کابل که در او شخصیت هایی هستن که در کابل زندگی میکنن. ای اوضاع افغانستانی که دیدیم بر صورت خب طبعا آدم نمیتونه نسبت به زادگاه خوبی تفاوت باشه، ای بود که ما فوراً ما و یک چند نفر دیگه که آله باز انشالله در لابلای برنامه از اونها یاد میکنم چون واقعا زیاد زحمت کشیدن، ای بود که ما یک فوراً گفتیم ایراد واقعا در حال سقوط بود، فوراً ما با مقامات اینجا صحبت کردیم، جناب فرامرز تمنار خب به شما میشناسین، اونا بله با جناب دکتر صاحب با جناب مامن صاحب امرولای ساله صحبت کردن و فورا تیاره ها در حقیقت به سمت ایراد حرکت کرد و همی شد، و اگر نه واقعا ایراد در حال سقوط بود، یعنی در حال بسیار بده بود. انسجام مردمی چقدر توانست که همی حالت ها رو مهار بسازد در ایراد؟ البته که دست به دست هم دادن و واکنش نشان داد هم وطن. بله ای که حرکت های مردمی چقدر میتونه یا انسجام های مردمی چقدر میتونه موثر باشه، من حتما خدمت شما با وضاحت میگم. ای بود که ما که چی رقم همیش گروپ شکل گرفت، همی حرکت چرا شکل گرفت، چطور شکل گرفت، باید به شما وضاحت بدم. بعد از او این شد که ما همی یک گروپ دیگر فوراً ایجاد کردیم به سلسله ازی که ما او کمکار فوراً به هرات رسوندیم و مردم هرات به نیروی امنیتی قضا اینا آماده کردن. برای دفتن ما یک گروپ به نام حرکت دادخواهی هراتیان مقیم کابل ایجاد کردیم که چطور میتونیم به هرات کمک کنیم. بعد از او بر اساس ازی یک گروپ جور شدیم و چندین صفحات دیگه جور کردیم، چندین از شخصیت ها را ادمین کردیم و این شد که ما گفتیم که یعنی قبل روز قبلی و فردا به این ساحت ما یک گردهمایی به این اساس باید به فلانجا داشته باشیم. این بوده که حرکت انسجام دادخواهی در پارک شهر نو شکل گرفت و به سلسله از او و به دلیل که جناب امیر خان چیزه ببخشین امیر صاحب اسماعیل خان ایر یعنی که میخواست که این حرکت ما در حقیقت سپورت کنه، بر اساس ازی مردم هرات هدایت دادن که به ساعت 9 شب به پشت بوما بلند بشن و با نعره تکبیر و الله اکبر در حقیقت انسجام خور یعنی علی دشمن و در حمایت با نیروهای امنیتی افغانستان اعلان کنن و به سلسله از او این حرکت باز ما امید کمپاین کردیم که خوشبختانه شما دیدین دیشب الحمدلله در کابل حرکت شکل گرفت، همینطور در بلخ این حرکت شکل گرفته انشاءالله و بعد از این فکر میکنم که ایالات پختونخوا یا پشتونخوای امی خود پاکستان باشه دیگه که خوشبختانه این حرکت که انسجام که چقدر قوت داره این یک حرکت مردمی سراسری است، این با بسیار متفاوت است با جنگی که ما در جبهه و جنگ علیه مردم داریم. دیگه این خود از این در حقیقت یک اتمام حجت بود با دشمنای معرفی شده ما و شما،
من بعد همه یه بعضی ها خب در گذشته مردد بودن که واقعا مهمی دشمن واقعی افغانستان کیست. دیگه الحمدلله در این میگه گاهی وقتا میگه که یک خیری یک شر میفته و به خیر بنده ها هست. این یک امی حرکت دخالت های مستقیم پاکستان در این اواخر باعث شد که مردم همه بیدار بشن، یک صدا بشن و همه دیگه هیچ جای تردید و علی هیچ کس مردد نیست که چی باید بکنه. همه ما به این نتیجه رسیدیم که اگر خود ما امروز به پا نخیزیم و احساس مسئولیت نکنیم فردا بسیار دیر خواهد بود. دقیقاً بانوی توانا که شما واقعیت گفتین، ممنونتان از اینکه تشریف آوردین. اگر حرف باقی است کوتاه از شما مشنایم به دلیلی که وقت هم محدود است. بسیار زیاد تشکر میکنم. خب البته گفتنی ها زیاد است، من فکر کردم احتمالاً شاید که در دو چیز ما و شما صحبت ها رو بکنیم. طوری که باز هم گفتم دشمن ما و شما فعلا آشکارا هست و برای همه واضح شده دشمن ما کی هست. من توقع دارم بالاخره همه نمیشه که همیشه ما از یک دولت توقع داشته باشیم یک دولت با این امکانات محدودی که داره چی کرده میتونه. ما از تمام عموم همشهری های خو مردم شریف قدرتمند با عزت و مقرور افغانستان میخوایم که همچنان یارکاتر و همین جهیش های مردمی در حقیقت ادامه بدن. موضوع دیگه که ما یکی از مواردی که در نمیفهمم ولی شاید اغلب بیننده ها در جریان نباشن، موضوعی که ما در قطعنامه خود رو از او تاکید کردیم حمایت دولت از خزیشای مردمی است. خزیشای مردمی اگر تقویت کنه دولت انشاءالله ما تا حد زیاد میتونیم صلح آرامش امنیت در افغانستان تامین کنیم، چرا که خزیشای مردمی از روی یک انگیزه هست، از روی انگیزه مردم حرکت میکنه. دیگه من خواهش می از شخصیت های عالی رتبه افغانستانی است که خیزش های مردمی تا حد امکان حمایت کنن، هم به لحاظ لوجستیکی هم به لحاظ روحی، که تا انشالله ما بتونیم در این برد انشالله موفق میشیم انشالله. من یقین دارم تا همچون حرکت تاریخی در افغانستان به این شکل گسترده شکل نگرفته بود خوشبختانه و به دشمنان هم ثابت شده. این بار اول نیست که ما همچنان پیروزی به دست میاریم. ما انگلیس شکست دادیم، ما روسیه شکست دادیم، با افتخار میگیم. و همینطور که پیشتر من گفتم یک دیپارتمنت در انگلستان است که رو از اینکه چطور افغانا پیروز میشن تحقیق میکنه. ما خود نباید دست کم بشماریم، انشالله که در این راستا حتما موفق میشید. موضوع دیگه که من از می دریچه تلویزیون خوب که من گفتم پیشتر کارهای است که شاروری کابل در جهت تامین امنیت میکنه. شاید که مردم یکقدر فکر میکنن کال شاروری همه وظایف ای هست که یک نمیفهمون سرک رو جارو کنه یا نمیفهمون آشغالان مدیریت کنه. نیوتک موضوعی نیست، خوشبختانه هم که گفتم این مسئولیت فردی ما است و در اواخر شاروار کابل یک کار فوق العاده خوبی که کرده، موضوع امنیتی که به او اولویت داده. ما چندین در هر ناحیه چندین گروپ های واتساپ امنیتی آماده کردیم، مثلا کارتی 3 یا همه ریاست ناحیه 6 در حضور 400 هزار نفوس داره، شوراهای زنان است، شوراهای علما هست، وکلای گذر است، که ما چندین گروپ زنده باشه. گروپ های امنیتی ایجاد کردیم که موضوع امنیتی ان شاء الله به اسرع وقت اقدام میکنیم. سپاسگزارم از شما. تشکر.